سلام وقتتون بخیر معلی بابایی و اینجا چند مابلوب یا هم میخوام در مورد یه سوالی صحبت کنم که خیلی هم از خودم میپرسن طی روزهای مختلف هم خودم خیلی باش درگیر بودم و در نهایت تصمیم گرفتم که چیکار کنم و خب تو کامنت هم چندتون از ازم پرسیده بودید سوالی که میخوام بپرسم و به جواب بدم که احتمال از عنوان ویدیو متوجه شدید اینه که 13 دارم 13 پرو دارم 13 پرو مکس دارم بفروشم 14 و سری های 14 رو بگیرم یا نه سوال مهمیه و یکم ریسکش زیاده بریم من پیشنهاد خودم رو بگم و در نهایت شما تصمیمش رو بگیرید <متصفح> خب سوالی که در واقع مطرح میشه اینه که من الان 13 پرو دارم 13 پرو مکس دارم سیزده پرو که داشته باشن تقریبا تو بازار امروز که 17 جامه در واقع فروردینه است هنو 13 فروردینه 18 همه, همه 402 تقریبا سیزده پرو فکر کنم 225 از 14 پرو بالاتر 13 پرو مکس هم که 100 فکر کنم 20 سومن الان یه چیزی نزدیک به سی40 تومن از 14 پرو و 14 پرو مکس بالاتر خب خیلی عجیبه دیگه هممون میدونیم کاری نداریم به یه خارجی به ای که تو ایران سری قبل از سری جدیدترش با یه اختلاف عجیبی بالاتره کلا سنکاپ میکنه ولی خب اینجا ما داریم ما این زندگی میکنیم اول در مورد خودم بگم من 13 پرو داشتم همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم فروختم تقریبا دی بود فکر کنم دی 401 و یه مبلغی کنم در دوازده تا گذاشتم روش چهارده پر رو گرفتم این ویدیو رو با چهارده پر داره ریکورد میشه و من این کارو کردم حالا دلیل من چی بوده بهتون میگم این که شما چیکار بکنید من پیش آدم بهتون میگم یکی هم رو بررسی کنیم اون که من اون کار انجام دادم و الان که چی عوض شده اون که من این کار انجام دادم اول اینکه خب نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم گفتم ببین بنا رو بذار روی اینکه کلا قرار نیست رجیستر بشه کلا قرار نیست اصلا این گوشی فعال بشه بتونی ازش استفاده کنی با این شرط اوکی یا نه و خب اونجایی که من یه یه ذره تکنولوژی رو دوست دارم دوستم دارم باشه جای کار کنم گفتم تا تاش اینی که گوشی کنارش میذارم اون همیشه آتسپاتش روشنه با کل کارام با این گوشی انجام میدم یه زنگ میزدن میونه دیگه اونو با هم گوشی که کردم زنگ هم میزنم به همین سادگی نیستی که اذیت داره من این گوشی که گرفتم من الان آنتن دارم ولی دو ماه اول هیچ سیم کارتی داخلش برای اینکه بحث رجیستر رو اینجور مشکل ایجاد نشه و اون دو ماه یه گوشی دیگه کنار هم داشتم خیلی من اذیت نشدم ولی خب اذیتای خودش هم داره اینکه خب طبیعتا دو تا گوشی باید هم کنی اون زنگ میخوره با اینکی داری کار میکنی یکم این فندار داره ولی خب من مشکلی نداشتم این تجربه منه ممکنه یکی دیگه خیلی با این قضیه مشکل داشته باشه این سال جدیه که باید باید واقعا با بهش فکر بکنید و اینو تست کنید اگه اسم میکنید که نه واقعا شما هم مثل منید اینو حتما تست کنید و بعد بیایید اقدام بکنید حالا اگه خواستید اقدام بکنید شرایط اون موقع به این شکل بود که آقا اگه چهار دمی گرفتی ممکن بود رجیستر بشه ممکن بود نشه الان هم همینه دیگه ممکن بشه ممکن نشه ولی یه فرقی داشت اون تایم نگفته بودن که از اسفند به بعد چهارده ها رو دیگه کلا تو گمرک هم ثبت نمیکنن یعنی من این امیدو داشتم که گوشی بگیرم خودم یه سفر برم وقتی برمیگردم گوشی اومد دقل تو گمرک ثبت کنم رجیستر باز شد هم رجیستر کنم که من شانس فردم و این اتفاق برای من افتاد من این سفر رفتم 24 بهمن برگشتم دقیقا روزی که من برگشتم بخشنامه زدن که از یکم اسفند ما دیگه گمرک در واقع نمیتونی سریای 14 به بعد رو ثبت کنی همونطور که قبلم هم تو زدم زیر سری 14 رو هم میتونی ثبت کنی همونجا میتونی تو هم همتا پولیشو پرداخت رجیسترش کنی ولی چهارده رو نمیتونی دیگه از اسفن به بعد حتی ثبت گمرک بکنی یه توضیح کوچیک بدم این ثبت و اینا چیه داستانش هم تا سرویس در واقع مخابرات آنتن دهی گوشیه ثبت گمرک با کالا کار داره میگم این کالا وارد شده حالا اینکه این کالا چه خدماتی بتونه داخل کشور بگیره یا نگیره رو رو کاری نداره که صرفا ثبت میکنه آقا این گوشی 14 رو 14 پرو رو هر چیزو علی بابایی آورده قاچاق نیست گوشی وقتی قاچاق نیست یه روزی اگه رجیستر باز بشه من میتونم رجیستر کنم حداقل من این امیدو دارم ولی از چهارده اسفند به بعد جلو این رو بستن و شما اگه الان یه گوشی 14 برید بخرید که ثبت مسافری نشده باشه علا ای حال حالا بعدا نمیدونم ممکن شرط بخش نما تغییر کنه چیزی که الان وجود داره این شکلیه که گوشی شما رسما عرفا و شرعا کلاته همشون ساخته هست. حالا بگذاریم اینا همشون به عنوان گوشی قاچاق محسوب میشه این تو الان میری 70 میلیون 80 میلیون پول میدی از تو مغازه میخری که مغازه خودش مجوز داره خودش رسمیه همه چی گوشی رو ازش میخری و توی که گوشی رو میخری میخوای استفاده کنی گوشی قاچاق داری استفاده میکنی و خب اون تایم این اتفاق نبود دیگه حداقل من این امیدو داشتم که این رجیستر بشه حالا من رفتم تغییر دادم گوشی و در واقع 4 چهار پرو گرفتم یه نکته ای که اینجا جایزه بگم اینه که واقعا فرق عجیب غریبی ندارن یعنی فکر نکنید قره سیزه رو بدید و 4 رو بگید بگید و او چی چیز عجیب غریبی نه در واقع فرق عجیب غریبی نداره یه کوچولو دوربین بهتره یه ذره سرعت بهتره یه سری جزئیات دیگه بهتر شدن و چیزی نیست که واقعا خیلی از نظر پرفورمنسی چیز عجیب غریب باشه ولی خب ممکنه از مثل من دوست داشته باشن که داشته باشن مثل مریض باشن مثل من و این کار رو انجام بدن حالا الان رسیدیم به جایی که شرایط کم فرق کرده آیا خود من اگه الان میخوام این کار انجام بدم این کار انجام میدم با شناختی که از خودم دارم بعضی وقتی یه کار بیمنطق انجام میدم ممکن انجام بدم ولی این سری دیگه واقعا بی منطقه, بی منطقه. چرا؟ شما الان یه 13 پرو دارید 13 پرو مکس دارید که تو بازار طلا تو بازار فعلی طلا آینده هم معلوم نیست واقعا این 14 و 15 رجیستر بشن یا نشن و مورد اصلی اینه که حتی ثبت گمرک دیگه نمیشن یعنی از اسم ایمالی که ثبت گمرکی هم نمیشن واسه حداقل منو گوشه دستم قاچاق نیست حتی آنتنش هم بره حداقل من گوشیم قاچاق نیست یه روز مثلا به جرم حمله گوشه قاچاق منو نمیگیرن ولی خب چیزی که شما میگیرید اگر گوشی نگیرید که قبل از اسفند ثبت شده باشه مثلا اگه نیاد گوشه منو بخرید یه گوشی کاملا صف بخرید که همینجوری وارد شده خب ریسکش خیلی بالاست یعنی اگه امروز رجیستر رو باز کنن شما گوشی رو خریده باشید باز نمیتونید رجیستر کنید چون اصلا گوشیت قاچاق و گمرک نشده یه مورد اینه. مورد اینه که من اگه بودم ممکن بود احتمالا سب کنم دو سه چهار ما دیگه 15 میاد دیگه اواخر تابستون 15 میاد سب میکردم اگر قرار بود 14 و 15 نشن 99 درصد 13 قیمتش از 15 هم بیشتر خواهد بود همچنان خواهی قرار من گوشی بگیرم که قرنی سه بشه و قرار این ریسک این رو قبول کنم خب سب میکنم پونزه رو میگیرم چرا چهار رو بگیرم یعنی خود من به شخصه اگه الان میخواستم انتخاب کنم حالا اون بی منطق بازی اینا رو بزنیم کنار من این انتخاب نمی کردم. من دیگه 13 پرور نمی دادم یه پولیم روش بزنم 14 پر آها شاید بردون سوال بشه چرا پول گذاشتم روش خب من گوشون یه وقت ارزون فروختم یعنی بازار گرونتر بود و چون من دیگه تو سرم افتاد این کار انجام نمیدم یه کوچولو گوشیمون 13 پرور رو ارزونتر فروختم و 14 رو گرونتر گرفتم ولی الان اگه این اتفاق میافتاد من این کار نمیکردم سب می کردم تکلیف 15 مشخص بشه اگه 15 می اومد و همچنان وضعیت همین بود می گفتم اوکی میرم 13 و و رو 13 پرو مکس رو پرو رو میفروشم 15 رو باش میگیرم دیگه نه 14 ای که شرایطش مثل 15 حتی احتمالا قیمتش نزدیک به 15 ولی خب یه مدل پایین تره و 15 رو میگرفتم یا هم نه اگه فردی هستید که واقعا زنگ زدن خیلی براتون مهمه اینترنت خیلی براتون مهمه و هم کردن دو تا گوشی براتون مؤثر نیست منطقی نیست این کار از نظر من بازی تصمیم تصمیم شماست فردا نرید بخرید بید به من فوش بید که تو گفتی فلان من خودم نظر خودم دارم میگم فقط یه نکته برای اونایی که میخوان رو قانع کنن که مثلا عوض کنیم و 14 بگیریم بگم یه نکته یه پوینت مثبتم واقعا داره اونم اینه که شما اگه دو تا گوشی داشته باشی بعضی جایی که میخوایم بری مثلا سالن میری باشگاه میری پیاده روی جایی میری اون گوشی دومی که احتمالا گوشی در واقع مدل پایینتریه خیلی به کارتون میاد اگه این چهار رو میذاری خونه با اون یکی میری بیرون دیگه حالا خیلی هم نگران خفتت کنن گوشی تو بزنن چون خیلی زیاد شده اینجور موارد البته اون دسته از عزیزانی که 13 پرو رو میذارن کنار 14 و از اون ها اسپات میکنه که من کلا کاری ندارم اونا که دمتون گرم انشالله 15 بیاد 15 کنار 14 ولی خب اصولا افرادی مثل من اینجوریه که اون 13 پرو رو بدن 14 بگیرن گوشی که کنارش بگیرن گوشی ساده است یعنی یه گوشی اصلا آ 02 نهایت بتونیم بگیریم مثلا 05 بتونیم بیشتر از زور من نمیرسه اصلا گوشی کنارش میخوام بگیرم و اونو میبرم بیرون درست خود اونم خدا, خدا توانه. ولی خب به نسبت این گوشی که و کمتر استرس دارم که خفتم کنن گوشی رو بگیرن یا هر چیز دیگه یعنی این دوتا گوشی بودنه این مزیت رو هم داره و خب میتونید از این بودن بهش نگاه بکنید در نهایت بازار به شدت الان ریسکیه اگر هر اقدامی میخواید بکنید چه میخواید بفروشید چه میخواید نفروشید پی اینو به تنتون بمونید که ممکنه تصمیمتون از نظر مالی تصمیم درستی نباشه خب من الان فروختم 13 پرم خیلی بیشتر از این 14 پرم گرونتر شده و برای مهم نیست چون من خرید فروش نمیخواستم بکنم من خواستم با چهار پورای کار کنم که اوکی تر باشم باش همین و گرنه دلیل دیگه برای این قضیه وجود نداشت پس اینکه میخواید تصمیم بگیرید به خودتون برمیگرده که واقعا به چه شکله و وقتی هم تصمیم میگیرید سلام توی سلامتی وقتی هم تصمیم میگیرید به ابواد مختلفش فکر بکنید ببینید من اینو عوض کنم اون یکی بگیرم این رو داره اونم این مشکلار داره تو این بازار ملتهب و ریسکی حداقل این مقطعی که داریم نوری صحبت کنیم که 18 19 فروردینه به نظرم منطقی نیست که بخواید این کار رو انجام بدید صبر کنید 15 بیاد یا 14 تکلیفش مشخص بشه و خب 13 پرو 13 پرو مکس گوشی که چند سال کامل جواب میده همه نیازا رو یعنی گوشی هم نیست که بگیم اگه رو نگیریم یه خب گوشی دستمون میونه نمیتونیم باش کار کنیم فلان نه یه نکته هم که وجود داره اینه شما اگه گوشی رو بخرید چهارده بخرید و سیزده یا هر چیزی برای بچه هایی که خارج از کشور زیاد میرن میان میتونن خودشون چک کنن شما من نمیدونم اونور به چه قیمتی میخرن ولی خب اونور معقول رفتار میکنن دیگه یعنی شما نه 13 پرو رو بفروشی تو ایران پاشی بری برای خودت و خانم مادرت پدرت یه نفر خودت با یک نفر دیگه بلیت دوبی بگیری مثلا یه هفته اقامت دوبی بگیری با پرواز با هتل و بری تو دوبی یه هفته سفر اونجا یه چهار دپو رو بخری و برگردی ایران 5 6 میلیون اضافه میاری یعنی وضعیت اینجوری تو اون پرو ماکس این 120 میلیون تو هم بخوای بدی به 120 میلیون بدی با دلار درهم فکر کنم مثلا 1200 دل با دلار 1200 که دلارم هم 52 تومنه تو مثلا یه چیز نزدیک به 70 تومن گوشی رو میخری با رجیستریش و یه 40 50 میلیون تومن دستت میونه و اون 40 50 میلیون تومن می‌تونی بری دبی و گوشی رو از اونجا بخری و برگردی رجیسترش کنی یه سفرم رفتی بهت خوشم گذشت وضعیت اینجوریه اینو می‌خواستم بگم می برای فروشش خب بچه‌ای که خارج از ایران می‌خوام بفروشم احتمالاً اینجوری دغدغه‌شون برطرف میشه چون 14 بگیرید فروشش به شدت سخت دیگه چند درصد مردم میان الان 14 بخرن که آنتن نداره افرادی فقط مثل من و شما به این موضوع فکر میکنن که درصد ما واقعا زیاد نیست این کار ریسکیه و فروش 14 دست دومش واقعا سختره اونم دست دوم که سمت مسافری نشده 13 خیلی الان تو بازار راحت تا فروش میاد فروشی ندارم اما طبق چیزی که دارم میبینم میگم باز اگه میخواید کار انجام بدید لطفا خودتون حتما بررسی کنید صرفا رو حرف علی بابایی یا هر کس دیگه ای سرمایه‌تون رو نرید بفروشید نرید تغییر بید، نرید کاری بکنید من به یه فردی که خودم دارم تحلیل روزانه زندگی رو انجام میدم دارم یه سری دیتا رو به شما اضافه میکنم هیچ کدومشون فکت 100 درصد نیست هیچ کدومشون کاملا واقعی نیست هیچ کدومشون واقعی هست کاملا درست نیست و شما باید در نهایت صحبت های من و بقیه افراد و تحلیل خودتون رو بشنوید تصمیم خودتون بگیرید این در واقع مثلا فکر میکنم کامل ترین جوابی بود که میتونستم بهتون بدم آها در مورد آنتندهی 14 من 24 م که ثبت کردم فرش سیم کارت انداختم 24 بهمن و 6 7 روز دیگه من دو ماه هم تکمیل میشه من الان آنتن دارم 4 اینترنت هم دارم و مشکلی ندارم حالا بعضی وقتا میگن برای بعضیا آنتن میره بعد از دو ماه برای بعضیا بعد از یک ماه میره بعد بعضیا بعد از 5 ماه میره خدا رو شکر مملکت هیچ چیز مشخص نیست این اصلا عشقیه ای من و یه نفر دیگه با یه پرواز وارد شدیم یه مدل گوشی 14 پرو رو داریم رجیستر می‌کنیم ممکنه برای من دو ماه دیگه قطع بشه ممکنه برای یکی 6 ماه دیگه طبیعتا این چیزی که من شنیدم چون دو ماه خودم نرسیده کردم چه اتفاقی میفته ولی با درصد بسیار بالایی میتونم بگم که این هفت درسته یعنی اصلا هیچ حساب کتابی نداره اون سیستم و بحث آنتن من یه سری جاها دیدم اتانا شما هم دیدید که میگن آقا اگه آنتن 14 بره میتونی سیم کارت در بیاری بندازی توی 13 یا هر آیفون دیگه ای بذاری روی توجی برگردین توی آیفون و آنتن گوشید بیاد دو تا نکته وجود داره که اینکه اگر این درست باشه چون من تجربه نکردم میگم الان آنتن دارم اینو تجربه نکردم بگم من انجام دادم یا نه ولی اگر این درست باشه با فرض اینکه این درسته حواستون باشه اینکه آنتن میاد به معنی نیست که اینترنت میاد شما به توجی وصلید این اصلا اینترنت دیگه رو گوشیتون نخواهید داشت به جز متصل شدن به وایفای که اون دیگه همیشه برقرار اون کاری نمیتونن بکنن خدا رو شکر شما اگه این کار انجام بدید یعنی آنتنتون بره بخواید سیم کارت در بیارید بذارید تو جی برگردین تو گوشیتون با گوشیتون زنگ میتونید بزنید اگر این درست باشه من تست نکردم ولی خب خیلی دارم میزنه احتمالا درست باشه و این فرآیند به این شکل میتونه هندل بشه ولی خب همچنان اینترنت نخواهید داشت امیدوارم که این دیتایی که بهتون دادم به کارتون بیاد بتونید در واقع تحلیل کنید تصمیم گیری کنید و کم وضعیت هم امیدوارم به شکلی بشه که واقعا کسی که سیزده پرو داره گوشیش بیشتر از چهارده پرو نباشه و قیمت درست باشه و شرایط درست باشه اون بند خدایی که چهارده دارن یا اصلا میخوام بخرن یا سری بعد میخوام بخرن نگران این نباشن که این گوشی آنتن داره یا نه بعدی هیترین چیز تو دنیا اصلا دیگه همه رو خدا ولش کنیم اگه سوالی بود که من یادم بود بگم یا برای شما ایجاد شده بپرسید تو کامنت تا جایی که علمم جواب بده ترجمه جواب بده بهتون میگم اگه نگ سیم کنم راهنمایی کنم حداقل دو سه نفر دیگه بپرسید بتونن کمکتون کنن مرسی از اینکه وقت گذاشتید تا این تایم ویدیو رو دیدید امیدوارم که به کارتون بیاد و موفق باشید خدا